برام گایز چطوری دست رستم در خدمتون میدون ویدیو جری. آقا بدون هیچ مقدمه برم سراغ اصل مطلب. آقا در 15 نفر آخری که از سایتمون کوچ گرفتن یه ایراد خیلی مشترک بود بین شما، واسم عجیب بود چرا هیچکی اینو نمیدونه. بعد واقعا به همم توضیح میدادن پشماشون میگن گفتن آ چقدر جالبه این داستانا. من گفتم آقا من اینو واسم یه ویدیو بکنم که به درد بچه‌ها بخوره عشق بکنید. اونم اینه که آقا آیتم بندی شرایطی کسی نمیدونه یعنی چی. یعنی چی آقا هیرو آنتیمیج از 12 سال پیش تا به الان آیتم بندیش یه چیز ثابتیه و هیچ وقت هم عوض نشده. پاور تریت، بتل فیوری، منتا استایل، بشر، چه میدونم مانکی، باترفلای و این مانکی هم مثلا میکننش ابیسال بلید. ته تهش یه آیتم رو بخوان عوض بکنن، ته تهش مثلا جای بوتی دون اسکتی بیارن، همین بوده و هست. بیس آیتم بندی هیرو آنتیمج و هر هیروی مشخصه که چه آیتمی قراره بیاره. مثلا یه مثال دیگه هم میزنم، آقا هیرو اگز رو نگاه کن. هیرو اگز یه قرن پیش آیتم بندیش مشخصه چیه. یه دونه آقا چه میدونم فیسبوک میارن، دگر میارن، ونگارد میارن، بلید میل میارن، پایپ میارن، کریمسون گارد میارن، ازالت میارن، بعد مثلا این دیگه با این آپدیت جدیدا مثلا دگرر هم میکنن، دگر استرنج، ته تهش مثلا اون لاما یه دونه هارت هم میارن یا بی کی بی هم میارن. همین بیس آیتم بندی هر ایرو مشخصه و من دقت کردم خیلی جالب بود بین بچه‌ای که کوچ گرفته بودن همه فقط بیس آیتم بندی هر هیرو رو می‌رفتن. مثلا تو همین گایدای خود دو تا دو میگفتن خب آقا این آیتم ها رو واسه این هیرو بیاریم میآوردن و نمی‌دونستن آقا چه زمانی کدومو باید بیارن چه زمانی کدومو نباید بیارن. مثلا الان شاپ من نگاه بکنید بین آیتم های لیت کیم بازی نگاه کن چند تا آیتم گذاشتم، 15 تا آیتم گذاشتم. خب اینا شرایطیه واسه یه سری از گیم و یه سری از این آیتم ها رو لازمه بیاریم. آقا تو این ویدیو خواستم بهتون بگم در چه شرایطی میخوام این دونه بچه الگوی کلی بهتون بدم رو همه هیرا به درتون بخوره. آقا در چه شرایطی چه آیتمایی رو باید بیاریم. حله؟ خب آقا یه دونه گیم رندوم آوردم روش توضیح بدم. ببین در نظر بگیرید که هر هیرو یه دونه آیتم بندی دیفالت داره، 3-4 تاش پس شرایطی باید عوض بشه. الان من هم شرایطی ها رو توضیح بدم. آقا الان هیروهای جلوی من چی هن؟ اصلا من گیریم هر هیروی من این بر پیک کردم. هیروهای جلوی من چی هن؟ آقا یه دونه سیف لینشونه، پوز دوشونه، پوز یکشونه، یه دونه مید لینشونه، پوز دوشونه، یه دونه آقا آف لینه، پوز 3، یه دونه آقا ساپورت پوز 4، یه دونه هارد ساپورت پوز 5. 5 تا هیرو به صورت عادی جلوی من هستش. آقا من میخوام این هیروها رو بزنم توی هر رولی الان میگم چه آیتم بندی باید بیارم. ببین الان فکر کن من تو تیم سمت چپم کری نشستم. حله مثلا کدوم کری هم؟ مثلا من اسنایپرم. خب اسنایپرم چه آیتم بندی هایی باید آیتم بندی اصلی من باشه داخل گیم؟ با چی باید بزنم گیمو؟ ببین آقا واسه فانتوم اساسینز من بلا شک آیتم مانکیکینگ رو باید بیارم. پس اگر دارم آیتم بندی میکنم قطعا باید آیتم بندی من به نحوی بره جلو که مانکیکینگ داخلش باشه که باش بتونم فانتوم اساسینز رو کانتر بکنم. به خاطر لول 3 فانتوم اساسینز اگر من مانکیکینگ نداشته باشم دد میدم. پس یه مانکیکینگ شد آیتم، یکی از آیتم های اصلی من. حالا آیتم بعدی چیه؟ هیرو بعدی چیه؟ زئوسه. زئوس نیمبوس بندازه منو استان لاک بکنه منو میزنه. پس باید یه آیتمی بیارم که منو از نیمبوس زئوس بندازه بیرون. چه آیتمی با اسنایپر میتونم بیارم؟ فورس استاف. فورس استاف هم یکی از آیتمای اصلی منه. اگز اگه منو بگیره میمیرم. پس یکی از آیتمایی که حتما باید بیارم واسه اگز چیه؟ هوریکینه. چرا؟ چون اگر اگز منو گرفت هوریکین بزنم رو اگز، با اگز فاصله بگیرم و بتونم از دست اگز فرار بکنم. مثلا آیتم بندیم شد مانکی کینگ، هوریکین. آیتم بعدی چیه؟ جلوی من چمنه. بخواد منو بگیره بزنه پاره منو میکنه اگه بتونه تو فایت دستش به من برسه. ترجیحاً باید آیتمی بیارم که دست چمن بتونم فرار بکنم. حالا بین لینکن و سیلور اج جفتش آیتمای خوبی ان. کدومو باید بیارم؟ بهتره که سیلور اج بیارم که باهاش بتونم اگز رو هم کانتر بکنم. تا اینجا درست؟ حله. پس آقا الان سیلور اج جوابه، مانکی جوابه، هوریکین جوابه. من الان 3 تا از آیتمام درآمد. یه آیتمم که همیشه بوته، 2 تا آیتم خالی دارم. اون دوتا رو بر اساس آیتم بندی دیفالتش باید بیارم. تو آیتم بندی دیفالت اسنایپر آیتمی میارن که اتک و دم اتک اسپید بده، دمیج و اتک اسپید بده. پس من یه دیدلس بسم میمونه با یه دونه میلونیر، یه دونه دوتا رو میارم. حالا اگر داخل گیم خیلی پی ای با من خواست تک به تک بزنه یا خیلی عکس خواست من رو بزنه پاره بکنه، مجبورم به جای میلونیری که قراره بیارم و به جای دیدلسی که قراره بیارم یه دونه سیتانیک بیارم که دست این دو نفر نمیرم.
حالا ببینیم آیتم بندی طرف چی بوده داشته میتبازی میکره. تقریبا همیشه تو آورده مانکی آورده، بوت که بوت سیتانیک آورده که تو لابا دوئل خیلی میکردنشون دو نفر که سیتانیک نزنتش. هوریکین آورده دست پیه و اگز و زئوس فرار بکنه. دو تا آیتم هم که خالی بوده واسه خودش آورده که میلیونیر آیتم اصلیه، ترجیح داده دیسپسر بیاره که باهاش بتونه دیسپل هم بکنه. دیدی بیس آیتم مندی خیلی مشخصه، یعنی تو یه آیتم مندی یه چیز کلی باید تو ذهنت باشه چه آیتمی باید بیاری. میگه آقا من آیتم مندی دیفالت این هیرو این 6 تاست، من این 6 تا رو میارم، حالا ببینیم چند تاش داخل این گیم باید عوض بشه. نفر بعدی آفلینه، من دارم تانک بازی میکنم، این هیرو جلوی منن، من که دارم تانک بازی میکنم جلوی این هیرو باید چی بیارم؟ یکی از آیتمایی که حتما باید بیارم چون تانک حریفتونم باش کانتر بکنم آیتم چیه؟ آیتم چیواه. ببین بچه‌ها تانکا رو میشه 3-4 مدل کانتر کرد. آیتم مندی دو تا بزن نشونتون بدم. لرن آیتم. بچه یه دونه با اورباف کاژن میشه اوایل بازی کانتر کردش، پیر جریفو کم میکنه. یه دونه بچه آیا وسکدی میشه کانتر کرد. یه دونه بچه میشه شیوا کانتر کرد. یه دونه هم اسپریت وسل میشه کانتر کرد. خب اسپریت وسل واسه ساپورتاس. اورباف کاژن کلا واسه اول بازیه. آیتم آیا وسکدی واسه کریاس. آیتم شیوا واسه تانکاس. فهمیدی؟ هر کسی تو هر رولی بخواد تانک حریف رو کانتر بکنه یه دونه از این آیتما رو باید بیاره. فبن وقتی الان مثلا دارم آندرلورد یا پیت لورد بازی میکنم بخوام این اگز رو کانتر بکنم باید شیوا بیارم. نکته دو، من میخوام برم جلو اینیشیت کنم، تانک وظیفش اینه که بره فایتو شروع بکنه دیگه. منی که میخوام برم فایتو شروع بکنم یکی از آیتما اصلیم باید حتما بلید میل باشه. با آندرلورد دارم بازی میکنم، با آیتم دومم درآمد بلید میل. آیتم 3، اگر جلوی من هیرو رنج هست که هستش، سه تاشون رنجن، اینا کن زئوس رنج، حالا اگه بخواد فیزیک بازی بکنه یا ماجیک، ما اول بازی نمیدونیم چه بخواد فیزیک بازی بکنه چه ماجیک، یه دونهشون این رنجه، یه دونه این رنجه، یه دونه این رنجه، سه تا رنج جلومونه. ونگارد خیلی آیتم خوبیه، حتما باید ونگارد بیارم. و جدا از این اولتی شمن، از اونجایی که شمن فست سمت راستیشو نگرفته و به جای یه دونه مار 10-12 تا مار میاد اسپام میکنه، با یه ونگارد مارای شمن خیلی قشنگ کانتر میشن. پس من اون ونگاردم رو باید کریمسون گارد بکنم که شمن رو بتونم ماراشو کانتر بکنم، هم واسه خودم هم واسه یارا. پس یه بلید میل به عنوان اینکه تانکم، یه دونه شیبا واسه اگ، یه دونه هم ونگارد و کریمسون گارد واسه بر بقیه بچه ها. حالا آقا تو این گیم جلو چقدر ماجیک میزنن، چقدر فیزیک میزنن؟ اکثرا فیزیک میزنن. ببین آقا زئوس که تقریبا جدیدن داره همه باشن فیزیک بازی میکنن. این که خودش فیزیکه، این که کلا پیوره، اینم فیزیکه، اینم ماراش فیزیکه. خب اکثرشون دارن فیزیک میزنن، پس پایپ احتیاجی نداره تیم ما. من با آیتم فارم هم میتونم ماجیک رسانسمو در بیارم. و حالا چون که تانکم و بازی 55 دقیقه طول کشیده، یه هارتی چه میدونم بلادستون چیزی جوابه که بیارم با هیرو آندرلورد. ببینیم آیتم مندی چقدر بوده. همین بود دیدی آیتم مندی مشخصه چیه تو هر گیمی. پس آقا هر گیمی یه منطقی داره آیتم بندیش. اگر ساپورتی یه سری آیتما رو باید بیاری، اگر کری یه سری آیتما رو بیاری، اگر تانکی باید یه سری از آیتما رو بیاری. مثلا من الان ساپورتم، میخوام آیتم بندی بکنم تو حریف جلوم، چه آیتمایی باید بیارم وقتی این حریفا جلومه؟ من الان ساپورت تیم سمت چپم، نگاه میکنم اول ببینم هیراشون چه جوریه. نزدیک زن همشون نزدیک زنن و کلا ونگارد و اینا کلا تو تیم ما به درد نمیخوره، تو ذهنم نباید باشه ونگارد. حالا فیزیکسن اینم تقریبا فیزیکسن شیشش، یه دوتا ماجیکسن دارن، سه تا و نیمشون فیزیکسنن، یکی نصفشون ماجیکسنن و من فیزیک این گیم قراره زیاد بخورم. اوکی پس این گیم گوسپتر جزو آیتم اصلی من باید باشه که فید ندم به عنوان ساپورت، فورس استف جزو آیتم اصلی من باشه که بتونم بپیچم به عنوان ساپورت، اول سپتر خیلی خوبه اونجا که نزدیک زنان بتونم فرار بکنم، دگر خیلی خوبه که بتونم فرار بکنم، زئوس موس ندارن، بونتی آنترو اینا ندارن، اگرم بتونم خوب دیوارد بکنم گلیمیرم یکی از آیتمای خوبه برای من. واسه این که بتونیم از دست این یارو گل ما این فرار بکنیم، فورس صف یکی از آیتمای خوبه برای من. گرفتی؟ خب آقا حالا من فکر کنید الان یه دونه گیم رندوم، آیتم مندیش معلوم نیست، میخوام آقا با دلیل بگم چه آیتم مندی جوابه. بگم من سمت راست نشستم، مثلا چه میدونم هیرو ریکی نشستم، اسلاک نشستم، خب سمت دایر رندوم یه کریون آن بردم، خب من تو دایر نشستم ریدینت این بره، من به عنوان یه ریکی یا به عنوان مثلا یه دونه اسلاک چه آیتم مندی باید بکنم؟ خب پاور تریدز هم که مبرهنه، شادو بلید هم که آیتم اصلیمه دیگه، چه آیتمایی باید بیارم؟
اکوسیور هم گیریم بگیم آقا جز وایت وسلین باید بیارم. پی ای جلوی من دارن، باید مانکی بیارم. دو تا تانک جلوی من دارن، باید اسکدی بیارم. دوباره وین رنجر دارن که با سرش میتونه بپیچه، باید مانکی بیارم. یه دزل دارم که میتونه با لولاش خیلی کمک بکنه. یه وین رنجر دارم که با لولاش میتونه خیلی اذیت بکنه. یه اسپریت بریکر دارم که با لولاش میتونه فرار بکنه. پس اورکیدم جز وایتمای اصلی منه. و حالا چون پی ای جلوم ایویژن داره و وین رنجر جلوم ایویژن داره، اون اورکیده بهتره که بلاتون بشه که بهم تو روسایت هم بده. هایت مندیم دو تاش تایمی الان درآمد. من سه تاش درآمد. بلاتون میخوام، مانکی میخوام، اسکدی میخوام. حالا چون که هیروهاشون اتک به اتک زنن یا دمیج خیلی زیادی در حین دوئل میدن، در حین فایت یک به یک میدن، مثلا پوچ دوش روشن میکنه و غلط وای میسه کلی دمیج میخوری، یا مدام این استانت میکنه دهنت سرویس میشه اسپریت بریکر، یا این تو فایت یک به یک جرد میده پیه گرفتی، یا وین رنجر همینطور. چون حالت دوئل زنن من سیتانیک هم جز وایت من اصلیم باید باشه. پس سیتانیک درآمد، بلاتورن درآمد، آیا وسکری درآمد، بانکی درآمد، چهار تا از آیتم هم درآمد. آیتم 5 هم قطعا سیلورج، آیتم 6 هم باید آخر بازی بی کی بی برم. خیلی تابلوه که چه آیتم بندی آدم باید بیاره. الان مثلا یک از هیروهای ساده کریو نشستم، مثلا اسنایپر نشستم، خب تیم مقابل من تیم سمت چپه، منی که اسنایپر نشستم اینا جلو من باید چه آیتمایی بیارم؟ اونجا که دست پریمال بتونم در برم، از 6 فینیکس بتونم در برم، اکاگ یا لول 2 کلاک بتونم در برم، یا زیر دست تمپلارم بتونم در برم، یا منجه منو شیش کرد دهنم سرویس نشه، یکی از آیتمای اصلی که باید بیارم هوریکینه. کلن اون بر خیلی خوب دمیج نمیخورن، تانکی ترن، حتما من باید آیا وسکدی رو بیارم و اگر تونستم خوب فارم کردم دزولیتورم بیارم که بتونم آرمور کم بکنم. آرمورای خیلی خوبی دارن. پس دزولیتور، اسکدی، هوریکینم تا الان درآمد. آیتم بعدی من حتما باید آیتم بیارم که اتک اسپید داشته باشم، بتونم هم رفلکشن تمپلار استینز رو روش بپرونم، هم بتونم روی اولتی فینیکس و فینیکس رو بتونم بکشم. پس حتما میلانین باید جزو آیتم های اصلی من باشه، چون اتک اسپید خیلی خوبی میده. پس شد اسکدی، میلیونیر، هوریکین، دزولیتور، چهار تا از آیتم هم در اومد. اون دوتا رو هم حالا میتونم بر اساس آیتم بندی دیفالتش برم، حالا یا خاندایی برم یا مثلا چه میدونم خیلی اگه فایت دوئلی داریم تیتانیکی برم، چیزی برم. گرفتی چی شد؟ چهار تا از آیتم هم مستلزم گیم بود. اگر از این ویدیو خوب استقبال شد، لایک و کامنتش زیاد بود، بیشتر درباره این ویدیو توضیح میدم و یه پارت دیگه هم ازش میسازم، شرایط دیگه آیتم بندی رو هم بهتون میگم. دیگراتونو بخورم بچه، لایک فراموش نشه و حتما هم بچه یه سری به سایتم بزنید stressyvsf.com. کلی ویدیو آموزشی جدید آپلود شده، همش هم آپدیت آپدیته. جگرتونو بخورم، عشقانید.